دیدگاه‌های حزب اسلامی حکمتیار با حکومت افغانستان نزدیک شدند. برخی از نمایندگان ولسی جرگه با ابراز این مطلب میگویند که هیئت حزب اسلامی با مقامات حکومتی در کابل گفتگو کردند و بیشتر پیشرفت‌های این حزب مخالف قانون اساسی کشور نیستند. در این حال سفارت آمریکا در افغانستان در خبرنامه تاکید می‌ورزد که واشنگتن برنامه برای گفتگو با این هیئت حزب اسلامی ندارد. اما این کشور از تلاش‌های حکومت افغانستان برای گفتگو با آن مخالفانی که با شبکه‌های حراس افغان پیوند ندارند و قانون اساسی را میپذیرند پشتیبانی میکند. حامد حیدری گزارش میدهد. شماری از نمایندگان میگویند که هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با مقامات حکومتی دیدار و گفتگو کرده اند، اما از جزئیات این گفتگوها ابراز بی‌خبری میکنند. حزب اسلامی یک هیئت را به رهبری قطب‌الدین هلال معاون حکمتیار به کابل فرستاده است. قریب الرحمن سعید و برخی از افراد نیرومند حزب اسلامی شامل این هیئت هستند. دا خلق صلح تا آماده سویدی، دا تر طول مهمه. دو هم خبره که حکومت رختیا هم دی دو خلق و سره دی صلح پروگرام لری باید دیگو نقاط واو دی خپل نقاط ورته ووایی. بالاخره دا فاصلی سی څومره دی دا سر را نزدی سی او یو واحد نتیجه ته ورسیږي. گرچه تاکنون جزئیات درباره گفتگوهای هیئت حزب اسلامی با حکومت منتشر نشده اند، اما گفته می شود که حزب اسلامی برخلاف گذشته ها حضور نیروهای خارجی را در افغانستان میپذیرد، اما برای تعیین جدول زمانی این نیروها تأکید دارد. هر نسیم که صلح به ارمغان بیارد این مملکت، فکر می کنم که تمام افکار سالم این مملکت را تایید می کنند، ولی به شرط از اینکه صلح دستاوردهای چند سالی از مملکت نه تنها ای که در نظر بگیره بلکه تقویت بکنه. په مطبوعاتو کې چې دوی خبرې کړې دي دې نه معلومیږي چې دوی سره لوړه کچه خبرې شوې دي او کېدای شي چې په راتلونکي کې هم دا دوام ومومي. دا به شاید د کار پیل وسي، کېدای شي چې بیا په راتلونکي کې په ډاګیزه توګه دوی خپل معلومات وړاندې. گفتگوهای هیئت حزب اسلامی با حکومت در حال صورت میگیرد که قرار است در ماههای نزدیک جرگه برای فراخواندن مخالفان مسلح دولت به روند صلح و چگونگی این روند در کابل برگزار شود. وزیر خارجه دنمارک بر مبارزه با فساد در افغانستان تاکید کرد و تلاش های دولت را برای صلح و ثبات در افغانستان ستود و امنیت کامل را در این کشور از خواست های مردم دنمارک عنوان کرد. جاوید زیارت جاهی گزارش می دهد. وزیر امور خارجه دنمارک که امروز به کابل آمده است، بر رسانه‌ها گفت که برای مردم و دولت آن کشور مهم است تا مردم افغانستان را در تامین امنیت و صلح و دموکراسی همکاری کنند و همچنان بر روند صلح در افغانستان تاکید کرد. جای شک نیست که ما باید ساختارهایی را تشکیل دهیم که آلوده با فساد نباشند و مردم افغانستان به این ساختارها اعتماد داشته باشند. در همین حال وزیر امور خارجه کشور میگوید که در دیدار با وزیر امور خارجه دنمارک درباره برنامه‌های صلح و همکاری‌های منطقه‌ای نیز گفتگو کرده است. کنفرانس که در کابل می جرگه صلح و مسائل دیگر منطقوی، کمک‌های منطقوی، همکاری‌های منطقوی با اونا صحبت کردیم و اونا هم آمادگی خود به کمک به افغانستان و جامعه کمک به افغانستان اظهار کردند. دنمارک از جمله کشورهایی است که کمک های را در 8 سال گذشته به افغانستان داشته است و هم اکنون 700 سرباز این کشور در جنوب افغانستان مصروف نبرد با مخالفان مسلح دولت هستند و تا کنون 31 سرباز آنان در کشور کشته شدند. دو گروهی در ناحیه ششم شهر جلال آباد پیدا شدند. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که این دو گروه 10 متر وسعت دارند و در میان دو تپه در منطقه فامیلی های خالص واقع شدند. آنان ادعا دارند که در این گورها صدها تن زیر خاک شدند، اما سخنگوی والی ننگرهار میگوید که هیئت برای بررسی ها در این باره به منطقه فرستاده شدند. فهیم زیرک از ولایت ننگرهار گزارش میدهد. اینجا منطقه خالص بابای ناحیه ششم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است، جایی که به گفته شمار از باشندگان این محل دو گور دست جمعی دیده می شود. این باشندگان میگویند که تاکنون استخوان‌های چندین تن را از این گورها بیرون کردند. آنان تاکید می‌ورزند که احتمال می‌رود که در این گورها جسدهای صدها تن کشف شود. تقریبا
دا د وځو موږ د موږ ته معلوم دي نو موږ اوس وخت چې د دینه ګرچا پیری د هاتی دیوالو کو چې خلک منجی نه در همین حال سخنگوی ولی ننګرهار میگوید که فرماندهی پلیس و کمیسیون مستقل حقوق بشر ننګرهار بررسی ها را در این باره آغاز کردند. هیئت دنده لري سیمه تلارشی دغه ځای مطالعه کاندي او موضوع لا روښانه کی او گزارش ولایت مقام ته وسپاري څو دا معلومه شي چې رښتیا هم دلته ډلهیز قبر شته که څنګه. گفته می شود در گذشته ها در این ساحه یک پایگاه تعلیمی موقعیت داشته است. کشاورزان ولایت هلمند برای جلوگیری از کشت کوکنار آمادگی نشان می‌دهند. شمار از این کشاورزان از برنامه تازه حکومت برای پرداخت پول در بدل سوختاندن کشتزارهای کوکنار استقبال می‌کنند و از حکومت می‌خواهند تا کمک‌های بیشتر را برای آنان فراهم سازند. نیروهای آمریکایی در این ولایت نیز به خاطر کمک به کشاورزان وعده سپردند. نجیبه فیروز گزارش می‌دهد. همزمان با فشارهای غرب برای از بین بردن کشتزارهای کوکنا در افغانستان، به تازگی حکومت در هماهنگی با نیروهای آمریکایی طرحی را در دست گرفته است که بر بنیاد آن برای کشاورزان که کشتزارهای کوکنارشان ویران می شوند، پول داده خواهد شد. پردی باندې یو عالم مصرف نه زمر سوي دي وندغه ډوډۍ دغه شی په جوړو مشکو نه دغه دی خوای نه دی خوای یو 15 روپۍ چې جوړ کړی هغه خور خلاص ته مو جوه چې را پرېږ د خو د حکومت کاری د دغه کاری خو نه را پرېږ دی خو در بدر سوي ټکور ټکور سوي پورونه را باندې ایام د سری خو دی غاړي تل ودلې کې شش کال پرېږ د خوش دی کنو دولت سو سرغړې نس کوي. در امین حال نیروهای آمریکایی که در ولایت هلمند جابجا هستند از برخورد باشندگان محلی استقبال می کنند. آنان به دستور تازه افغانستان که در بدل سوختاندن کشتزارهای کوکنارشان به آنان پول داده می شود خوشحال و راضی هستند. آنان کاملا رضایت دارند و مثل پیش نیستند. قبلا طالبان بودند که هرچی می خواستند می کردند. این در حال است که تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که سطح تولید تریاک و کوکنار در افغانستان در سال 2009 میلادی 36% کاهش یافته است و شمار ولایت هایی که از کشت کوکنار پاکسازی شده اند به 20 ولایت افزایش یافته اند. با این هم افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می رود. وزیران امور داخله، دفاع ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و جنرال مکرستال فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان امروز به ولایت کندهار رفتند. افزایش نیروهای امنیتی افغان و گفتگو با بزرگان قوم و موسفیدان درباره آغاز عملیات مشترک در این ولایت از اهداف سفر این مقامات به ولایت کندهار خوانده شدند. شمار از نمایندگان ولسی جرگه بودجه ارائه شده برای امسال را ناقص می‌دانند. این نمایندگان می‌گویند که این بودجه برای حل مشکل اساسی در سال روان کافی نیست و توازن نیز در آن در نظر گرفته نشده است. نمایندگان ولسی جرگه از ناوقت رسیدن طرح بودجه به این مجلس نیز انتقاد می‌کنند.